سلام دوستان. وجنیسم یکی از اختلالات عملکرد جنسی در خانم هاست که به صورت کاملا ناآگاهانه و به دلیل ترس و وحشت فراوانی که فرد دچارش میشه باعث میشه که کل مایچه های بدن منقبض بشه، از جمله مایچه های محبل، واژن و مایچه های کف لگن و مانع از دخول هر نوع شیء خارجی از جمله آلت تناسلی مردانه، تامپون و یا حتی انگشت میشه و عملا زفاف صورت نمیگیره و هر چی که زوجین میخوان این سیکل رو دوباره تکرار میکنن کاملا بیفایده است. و وجینیسموس ترسش، نوع ترسش، ترس روانشناختانه است و ربطی به عضو نداره. و متاسفانه گاهن ما میبینیم که افراد قبل از اینکه به سکس تراپیست ها مراجعه کنن پیش متخصصان زنان میرن و به دلیل اینکه اطلاع چندانی از این اختلال ندارن مورد تمسخر قرار میگیرن و یا گاهن میان براشون عمل برداشتن پرده بکارت رو انجام میدن که اون هم عملا بیفایده است و بهبودی صورت نمیگیره. وجینیسموس دو نوع هستش، اولیه و ثانویه. حالا دلایل نوع اولیه که بخوایم نام ببریم، معمولا داستانهایی که ما از خانوم ها میشنویم اینه که مثلا شنیدن که درباره اولین رابطه جنسی بسیار دردناکه و همراه با خونریزی هستش، یا اینکه کلن افکار ضد جنسی داره، یا اینکه گاهن ما سابقه تجاوز رو در خانوم ها مشاهده میکنیم. ولی وجینیسموس ثانویه نوعی از این اختلال هستش که فرد معمولا بعد از یک دوره طولانی رابطه جنسی بدون درد که داشته بر اثر یک حالا دلیل روانشناختی مثل ممکنه مشکل ارتباطی با همسر باشه و یا یک دلیل فیزیولوژیکی مثل ممکن حالا یک زایمان بسیار دردناک داشته باشه و عملا بعد از اون اتفاق دیگه نمیتونه عمل دخول رو و عمل سکس رو انجام بده. نکته ای که حائز اهمیت اینه که اول اینکه اگر فورپلی و معاشقه به خوبی در خانم ها صورت نگیره و آقایون این کار رو به خوبی انجام ندن و بدن زن آماده و تحریک پذیری کامل رو نداشته باشه، ممکنه که دخول انجام نشه و دخول صورت نگیره. ولی بعد از یک دوره معاشقه اگر خوب انجام بشه و مثلا یک بار با درد باشه نتونن انجام بدن، ولی بعد سری بعد که معاشقه رو خوب انجام میدن و دخول صورت میگیره، این وجینیسموس نیست. یه نکته دیگه متاسفانه در رابطه با همسران این خانوم ها هست که معمولا همسران خانوم های حالا معمولا نه ولی گاهی اوقات ما میبینیم که همسران خانوم های وجینیسموس برای درمان با خانوم ها همکاری نمی کنن و اجازه نمیدن که خانوم ها تمریناتی رو که دارن انجام بدن و اعتقادشون هم مثلا اینه که این یه شرم‌آوره برای من که نتونم این کار انجام بدم و مردانگی من رو زیر سوال میبره و متاسفانه باعث میشن که این مشکل برای سالها تداوم پیدا کنه. ممنون از همراهیتون. این اختلال به راحتی با مراجعه به سکس تراپیست ها قابل درمان هست و امیدوارم که مفید باشه. ممنون.